بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. قرار است نشست چهار جانبه در مورد افغانستان برگزار شود. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، به خبرگزاری تاس گفته است که روسیه، چین، ایران و پاکستان تا اواخر ماه جاری میلادی نشستی را در مورد افغانستان برگزار می کنند. کابلوف افزوده در این نشست درباره تعامل با امارات اسلامی، پیکار با حراس افغانی و مواد مخدر گفتگو خواهد شد. مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، میگوید که تا حال در این نشست از امارت اسلامی دعوت نشده است. پیش از این امارت اسلامی گفته بود که هر نشستی در مورد افغانستان بدون حضور نماینده امارت اسلامی نتیجه در پی نخواهد داشت. من ندیم افضلی میزبان شما در این برنامه هستم. روی این موارد بیشتر صحبت میکنم با آقایان محمد زلمه افغانیار و مفتی اختر محمد عثمانی، آگاهان مسائل سیاسی، که ایشان از روی خط تلفن با من وصل هستند. نخست با جناب افغانیار صاحب آغاز میکنم. جناب افغانیار صاحب، قرار است این نشست را روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار کنند. به نظر شما این نشست ها چرا برگزار میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت خدمت شما سلام میخوام داشته باشم. به خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما، شما در هر گوشه از افغانستان که شما را شنونده هستم. علیکم السلام. کار مردان روشنی و گرمی است، کار جنان هیله و بیشرمی است. متاسفانه کشورهایی که در راستای افغانستان میخوان یک نشست برگزار بکن، خاصتا این سه مثلث برمودای خباثت سیاست، ایران، پاکستان و روسیه، هر سه کشور در طول 43 سال گذشته در اوضاع اقتصادی سیاسی افغانستان دخیل بودند و در طول 43 سال گذشته به جایی که از یا به ما نفر برسته همیشه به ما تاوان رسیده. و چین هم به عنوان کشوری ده که در راستای استثمار نوین اقتصادی گام هایی را برمیداره و هم صحبت هایی را داره، اما بحث سه کشوری ده که پیرامون افغانستان میخواه نشست انجام بده و در اون نشست نماینده از افغانستان نباشه، خب حتما به اساس همون فشارهای سیاسی هست که بالای حاکمیت داشته باشند. بله. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مسئله بحث هست. اگر در 2.5 سال گذشته که از تطبیق آن استراتژی که منافع سیاسیشان میشد، افراد و اشخاص وابسته و مهره هایی را که دست نشاندهشان بودند در حاکمیت جای به جای میشد، طبعا افغانستان با مشکلات مواجه نمیشد. اما وقتی که اعمال نشده، امروز با چنین نشست ها میخواهند فشار اعظمی را بالا حکومت فعلی افغانستان بیارند. بله. جناب افغانیار صاحب، پیش از این نشست های متعددی در مورد افغانستان دایر شد، آیا نتیجه در پی داشت؟ تا کنون محسوس است نتیجه ای که داشته؟ تمام این نشست ها مایسواری سیاسی بوده و نشست های بعدی هم مایسواری سیاسی هست. موضوع حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان یا هم مهره استفاده شدگی هست. اگر موضوعات که پیرامون افغانستان و ابراز نگرانی میکنن، اگر ما برگردیم ببینیم اوضاع فلسطین را، بله، بیشتر از چند ماه میشه که صدها هزار خواهر و برادر فلسطینی ما و شما شهید شدند. سازمان ملل، جامعه جهانی، یعنی روسیه و چین، که نشست پیرامون افغانستان انجام میدن زمانی که 153 کشور دنیا رای داد که جنگ در فلسطین باید متوقف شود. بله. آمریکا و انگلستان آمد گفت نیست، روسیه و چین رای ممتنع دادند. بله. بر اوجه حقوق بشر مطرح بحث نیست، دموکراسی مطرح بحث نیست، موضوعات دیگه مطرح بحث هم در افغانستان مطرح بحث میشه. اینجا سوال هست، اگر بحث قوت خمشبول در این نشست مطرح بحث میشه، روسیه، کشورهای مثل ازبکستان و قزاقستان و تاجیکستان که در استثمارش هست، آیا او همه شمول هست؟ ایران، او هم نوای روسیه هست، حکومتش همه شمول هست؟ 43 سال میشه که در حکومتداری در ایران اهل تکنن به عنوان شهروند درجه 3 درجه 4 حساب میشه، میلیون ها نفر. بله. خود پاکستان با تی تی پی در جنگ هست، با آزاد پختونخوا در جنگ هست، او هم با چین بسیار نزدیکی داره، چرا حکومت هم خون برازی نداره؟ راستی که بحث مبارزه با تروریسم مطرح بحث میشه، لانهای امن سرین پروری در کجا هست؟ کشورهای همسایه افغانستان نیست؟ چرا از او نمیخواهی که با تروریسم مبارزه بکنه؟ با تفصیل افغانستان این راه کارهای رو ارائه میکنه.
بله جناب افغانیار صاحب، شما از موج‌سواری سیاسی یاد کردین. این موج‌سواری سیاسی دقیقاً چیست و چرا کشورها همچون راهکار و همچون کردار به پیش گرفتین و این موج‌سواری سیاسی چرا صورت میگیره؟ از زمانی که تعریف منافعشان صورت نگیره و افغانستان بتانه موضوعات اقتصادی خود، موضوعات روابط دیپلماتیک خود با بعض کشورهای جهان منسجم بسازه، به خاطر که از آن عمر به یک طرف دیگه واسطه بدن که گویا ما هنوز هم متوجه افغانستان هستیم، کنفرانس ها و نشست ها رو ما در نظر میگیرم. بله. تا جهان را معطوف به بسازم که ما بر افغانستان احترام قائل هستیم. ما مردم افغانستان تنها نماندیم. اما 20 سال در افغانستان حضور داشتن، 47 کشور در افغانستان حضور داشت، 23 میلیون دلار پیسه مصرف کردن. با رفتن جمهوریت و آمدن امارت ما 18 میلیون سفیر بودیم، حالا ما 28 میلیون سفیر هستیم. این صحبت ها به خاطر چی مطرح بحث میشه؟ آیا به خاطر مناسبت سازی هستم که چنین نیست؟ اگر این بحث مطرح بحث می بود در زمان جمهوریت، چرا ما در افغانستان رئیس جمهور فرمان صادر میکرد از اجزا به سپیدار قابل چالش نبود؟ وزیر داخله قماندان امنیت این نشد، قماندان امنیت دفترش به وزارت داخله می بود. نا حکومت ما جمهوریت بود، اما ما نظام ما فدرالی بود. هر رهبر و رهبرزاده در هر کشور افغانستان بیرق و بیرق بازی داشتن، گروپ و گروپ بازی داشتن. همین خارجی ها چرا سکوت کرده بودند؟ اگر ما دقیق‌تر عمل بکنیم، دقیق‌تر بحث بکنیم و شاید بحث ما شما ملت افغانستان هست، زمانی که حکومت طالبان در دور قبل از بین بردن با حمایت پنجابی ها، حکومت طالبان در هدفشان مبارزه با تروریسم بود. رهبری همون تروریسم در هیبت آباد شرک استخباراتی پاکستان از بین رفت، اما پاکستانی ها دوستشان شد، ما دشمنشان شدیم. امروز که بیشتر از 2 سال گذشته در افغانستان دو میدان جنگ نیست. روزی 1000 تابوت پشت دروازه خانه افغان ها مانده نمیشه، اونها ابراز نگرانی میکنند. بله جناب افغانیار صاحب، اگر نماینده افغانستان در این نشست دعوت شده، حالا وقت زیاد است، آیا می تواند نتیجه محسوسی در پی داشته باشه این نشست؟ طبعا وقتی که نماینده از افغانستان در اون نشست حضور داشته باشه، می تواند پیرامون ابراز نگرانی جامعه جهانی و صحبت های رکوع مطرح بحث قرار میدن بر از اون دلایل خود ارائه بکنه و با اساس همون دلایل میشه که جهان متوجه شود که نقاط ضعف ما کجا هست، نقاط قوت کجا هست و بر از اون یک راهکار پیدا شود. بله در این نشست که قرار است در مورد تعامل با امارت اسلامی نیز بحث شود، در شرایطی که امارت اسلامی میگه با تمام تعهداتی که در قبال کشورهای منطقه داشته عمل کرده و تجارت داد و ستد نیز با کشورهای منطقه افزایش یافته، این تعامل چقدر از نظر شما مهم پنداشته میشه؟ این تعامل مهم است، اما همین حلقه شرارت ایران و پاکستان که خود مسلمان میدانند چرا افغانستان را فشار میدن؟ چرا همون اعمال فشار برای مهاجرین افغانستان دارند؟ او خود میگه ما مسلمان هستیم، ما مسلمان هم برادر مسلمان هست. بله. چرا در 2.5 سال گذشته او با ما توافق سیاسی نمیکنند؟ چرا اجازه ندارند که او بیان در افغانستان افغانستان را به رسمیت بشناسند؟ تمام کشورهای دنیا به نحوی وابستگی خود همراه فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا، 5 کشور حتی به صداره دارند، اما افغانستان را با انزوای اقتصادی سیاسی و محتمل شده مواجه میکنند. هدفشان این هست، باز هم به تاکید میگم، که مورهای استخباراتیشان در بدن حکومتداری داشته باشند. بله. 4 کشور با 4 سیاست مختلف در قبال افغانستان، آیا این سیاست ها در یک خط موازی برای تعامل با امارت اسلامی قرار خواهد گرفت؟ اگر ما اشاره کنیم به سیاست پاکستان در قبال افغانستان، میتونیم گفت که اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، و اگر ما با روسیه اشاره کنیم، روسیه در بین کشورها کارت سبز به خاطر بر رسمیت شناسی امارت اسلامی بلند میکنن، ولی از سوی دیگر خواهان حکومت فراگیر در افغانستان میشه، آیا هم به همین منوال کشورهای دیگه ای که عضو امی نشست هستن میخواین این نشست برگزار کنن، سیاست های مختلف دارن در قبال افغانستان، آیا این سیاست ها در یک خط موازی قرار خواهد گرفت؟ تمام این کشورها در یک موضوع با هم اوها توافق دارن و دقیق عمل میکنن و گام با گام اوها یک جا هستن، شمول تاجیکستان. بله. جنگ افغانستان جنگ منابع هست، به تاکید در جمهوریت هم گفتیم و در امارات هم میگیم، وقتی ما به تولین ها دلار سرمایه داریم در افغانستان، پول سرمایه را روس ها میخواید، چین هم میخواید، ایرانستانی هم میخواید، پنجابستانی هم میخواید، ایسری هم میخواید، تالک هم میخواید، آبهای طبیعی ما را کشورهای همسایه موس میخواید داشته باشند. او با هم ششتن او صحبت کردن که چطور بالای امارات ما فشار بیارین که لااقل مدیریت آبهای افغانستان مطرح بحث نباشد.
چطور بالاش هم فشار بیاریم ما بتونیم ذخایر نفتی افغانستان را در استثمار خود داشته باشیم، چطور ما بالای حکومت افغانستان فشار بیاریم که ما روابط دیپلماتیک شما را با جهان خوب می‌سازیم، شما معادن سان را بر ما طویل مدت بدین. طرح برنامه‌ای که چینایی ها به ایران هم داشتن امیدوار هستم با ما تطبیق نکنند، همون طرح با پاکستان داشتن امیدوار هستم با ما تطبیق نکنند، چرا که این کشور میلیاردها دلار امیال قرضدار چین هستن. بله جناب افغانیار صاحب، از نظر شما اگر همچونش هست تا نتیجه در پی نداره و به خاطر منفعت خود کشورها برگزار میشه، چرا پس ایره یک طرف جانب میتن و میخوان در مورد افغانستان برگزار بکنن؟ حالا چی ضرور که نشستا اگر نتیجه در پی نداره برگزار شود؟ نتیجه به ایره داره که حکومت ملی افغانستان ایره بفهمانه که بله ما کشورها با هم یکی هستیم، اگر تأمین منافع اقتصادی سیاسی ما را انجام دادی ما هم با تو نیم روابط خود برقرار میسازیم و اگر نکردیم ما بر شما فشارهای اعظمی را اعمال میکنیم. بله. گزینه برای حل این هست که ما به ملت خود مراجعه بکنیم، از استانبول تا ترکم، از واخان بدخشان تا بنیمروز مردم را هم نوای خود داشته باشیم، تمام دنیا که ما را به رسمیت بشناسه، همون شکلی که در جمهوریت شناخت، اما با گفتیم با رفتن جمهوریت و آمدن امارت تمام ملت ما با فقر مواجه بود، روابط و ضوابط حاکم شد، مردم از حکومت فاصله گرفتن، آخر نتیجه چی شد؟ اگر امروز مردم همون شکلی که در 2.5 سال گذشته آرامش امنیتی دارن، اگر آرامش اقتصادی هم داشته باشن، تمام دنیا ما را به رسمیت نشناسه، اما ما سر دسترخوان معلم خود، سر دسترخوان متقاعد خود، سر دسترخوان یتیم خود نان خوردن برده بتوانیم، مردم همراه ما باشه، هیچ کس ما هیچ کار را کرده نمیتونه. چرا همین فشار و اعمال سیاسی بالای چندین کشور دنیا اعمال شده و ما دیدیم که نتیجه معکوس داده، به خودکفایی اقتصادی و رسیدن. ما هم فشارها را قبول داریم به شرطی که بله. اول حراس افغانی را تعریف بکنم که حراس افغانی به چیزی هست. دوم ببینین پنجابستان، ایرانستان در طول 50 سال گذشته کمپ ها داشتن، تنک ها دارن. همین لحظه کوشش میکنم که باز حکومت حاکم شد، حکومت کابل افراد اشخاص را خلیه حکومت کابل و برای ما سازی بکنن، اونا اگر ما دفاع بشر هستن، اگر ما در افغانستان از دفاع کنیم ما تروریست هستیم، بیایی از رو پرسان بکنه. روسیه به خاطر مبارزه با داعش به عراق رفت، به یمن رفت، همراه ترک ها رفت، اما به افغانستان تبادل معلومات استخباراتی نمی کنه. این کدام مبارزه هست؟ هدف از مبارزه چی هست؟ همون مبارزه ای که رهبر القاعده را به هبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان از بین بردن، پنجابی ها دوستشان شد ما دشمنشان شدیم، همون مبارزه؟ یک حکومت از افغانستان از بین بردن 20 سال گذشت پس به جای اول برگشتیم، همون مبارزه؟ امروز هم خود تا نگه که حکومت فیلی افغانستان با این گروپ ها مبارزه میکنه، مبارزه کردن پیسه به کار داره، تبادل افکار به کار داره، معلومات استخباراتی به کار داره، دیار یا به همراه حکومت فیلی افغانستان تبادل دارن، طبعا که ندارن. این صحبت ها شد فقط روی هر پس دازو فراتر چیزی نیست. بله. خود زمیر کابلوف هم ایره بیان داشته که نشستای بیشتر که داشتن در مورد افغانستان نتیجه در پی نداشته، پس ضرور بر نشستای بعدی چی است؟ حتما باید نماینده افغانستان اوجا حضور داشته باشه تا این نشست ها نتیجه بده. یا گراف نشست های خود پورا میکنم که بله ما در رابطه افغانستان نشست ها داریم، صحبت میکنیم. ما میبینیم که ایرانستانی ها و پنجابستانی ها هفته گذشته با هم رو در رو جنگ کردند، مردم بیدفاع دو طرف مردم خود به کشتن دادن، اما وقتی که امروز دست منافع مطرح بحث میشه، هم ایران سر یک میز میشینن و هم در رابطه افغانستان بسیار جالب هست، اما خودشان در کشور خودشان صدها معضله دارن، معضلات داخلی خود حل نمی سازن، با مو اصطلاح عام و مستر کل خود رو مویدار نمی سازن، اما میان به افغانستان راکار و سر میدن شما چیزی بکنید. بحث حکومتداری حکومتسازی مربوط ملت افغانستان هست، امیدوار هستم اجازه بده حکومت فعلی افغانستان با مشوره ملت خود موضوعات خود را بر مدیریت بکنه و حکومت ما باید از حکومت سرپرست برای و حکومت پاسخی تبدیل شود. بله، بسیار زیاد تشکر از شما محترم محمد زلمه افغانیار، رئیس جریان همبستگی ملت واحد افغانستان و همچنان آگاه مسائل سیاسی، از این که فرصتتان را در اختیار ما گذاشتین. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، پس از میان برنامه کوتاه بحث خود ادامه میتیم. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان.
رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، دوباره خوش آمدین به ادامه بحث. بحث خود ادامه میتیم با محترم مفتی اختر محمد عثمانی، آگاه مسائل سیاسی، که ایشان هم از روی خط تلفن با من وصل هستند. جناب عثمانی صاحب، میخوایم از شما این گونه بپرسم: 4 کشور در مورد افغانستان نشست برگزار میکنن، شما این نشست را چی گونه ارزیابی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حمدا و مصلیا، اما بعد محترم استاسو در افغانستان ملی رادیو او د استاسو تا او د هغه تخنیکی همکارانو ته، محترم او اوریدونکو ته لیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. محترم، کوم نشست یا جلسه یا کوم ناسته چې په آینده میلادي میاشت کې کیدونکې ده، د دې په هکله به زه دومره ووایم يوسكو الحمد لله إمارة إسلامي يعني في أفغانستان وسنوي حكومات بهذه بكاميابي هاتي بطولة نري كرواني دي بالي. أو طول ملكونا دا كوشش كوي تدي إسلامي إمارة وسنوي حكومات دا أفغانستان سرا سبيتالي رابطي أو أليكي ونسي لو په دې اساس باندې دا څلور ملکونه چې اوس کومه ناسته لري، دا مهمه ناسته ده او دا اړینه ده چې د امارت اسلامي په دې ناسته کې د افغانستان د اوسني حکومت نمایندګان موجود وي، ځکه چې دا څلور هیوادونه په آسیا کې یعنی ډېر په د هر قوت د هر نگانه لوړ هیوادونه دي، او ان شاء الله العزيز د افغانستان حکومت یا د افغانستان ملت یا د افغانستان هیواد هغه اوس هم د هڅه کوي چې لوړ مقام د هرې نگانه حاصل کړي، لکه اقتصاد شلو، نظامي قدرت او قوت شلو، یا نور داسې قدرتونه او قوتونه چې هغه د نړۍ لپاره ډېر مؤثر وي. نو وسنۍ حکومت په ډېر هڅه او په ډېر پیاوړي ویاړ سره غواړي چې دا د کامیابۍ مقام ته ځان ورسوي. نو که چېرې په دغو ناسته کې یا په دې جلسه کې د افغانستان د اسلامي امارت نمایندګان یا د حکومت چارواکي موجود نه وي، نو د دې هیوادونو د ناسته به څه اثر ونه لري، ځکه چې د دوی ناسته د هغو ځای د پاره ده چې په هغې ځای کې د هغوی سره تعامل د اوسني حکومت سره د افغانستان سره تعامل وشي. نو تعامل په هغې صورت کې کیدلی شي چې جانبین موجود وي، چې د حکومت چارواکي موجود وي او د څلورو هیوادونو نمایندګان هم موجود وي. نو که چېرې جانبین موجود نه وي، هغه ناسته بې اثره وي. نو زما دا نظر دی چې کچېرې په دې د دې حکومتونو په جلسه کې د افغانستان د اسلامي امارت نمایندګان موجود شي، ډېره مؤثر به تمامېږي. بله جناب عثمانی صاحب، 4 کشور، ایران، پاکستان، روسیه و چین، در عین حال همسایه افغانستان هستند و نشست برگزار میکنند. این نشست چقدر میتونه از نظر شما مهم و اساسی باشه در مورد افغانستان؟ دا جلسه یا دا ناست دیر مهمه دی افغانستان دا پر داده چه دا پاکستان مکمل آغا منزینه کرخه، یعنی یا دا پاکستان دا هواد دا افغانستان سره دیره شریکه کرخه لری، یا د هغه قومونه چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې دي، دا قومونه سره یووالی لري. هغه پښتون قوم دی، د هغې جداوالی هېڅکله په ټول عمر کې نه راتلی شي او نه مخکنیو وختونو کې دا جداوالی سوی دی، ځکه دا قومونه پښتو زبانه قومونه دي، په خپل منځ کې متفق او متحد دي. دې اختلاف په منځ کې نه زبانی شته، نه نور اختلاف مذهبي شته، او نه قومي اختلاف شته دی. او دا پاکستان ډېر مهم دی چې د خپل هیواد د
امنیت دپاره پدې کې شرکت او ګډون وکړي او د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې افغانستان سره دا یعنی شریکه پوله لري او ورسره شریک قوم لري او د چین سره په دې اساس زیاته اړینه ده او د افغانستان لپاره پایدمنه ده چې د چین تجارت دالیز په آسیا کې افغانستان دی. بله. که چیرې د افغانستان ته د چین مالونه راشي د افغانستان نه به نور ملکونو ته په ډېره اسانتیا سره هغه رسیږي او انشاءالله العزیز پاینده کې به د آسیا لوی د تجارت مرکز افغانستان وي. او بل د روسیې چې کوم اقتصاد دی هغه اوس په افغانستان پورې تړلی دی ځکه د روسیې مالونه په نورو هېوادونو سره یا د دریاب له طرفه د هغوی د پاره زیانمن ښکارېږي او د افغانستان پر راتګ سره د هغې مالونه چې راځي افغانستان ته او د افغانستان نورو هېوادونو ته لېږدول کېږي دا د روسیې دپاره ډېره اهمه ده. او درېیم ایران چې دی د ایران سره هم د افغانستان شریکه پوله ده او بعضې قومونه د بلوچو یا د سنیانو بعض قومونه د افغانستان د ایران په منځ کې سره په خپل منځ کې قومي اتحاد او اتفاق لري او د ایران دپاره دا هم مهمه ده چې افغانستان کې امن فضا وي او د اقتصاد فضا لوړه وي ځکه د اسلامي هېوادونه دي د اسلامي هېوادونو کامیابي په هغې اساسي په نړۍ کې چې هغوی د هر ځایګه د قوت د وجې نه قوي وي او په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وي. بله. نو دا د افغانستان دپاره ډېره اړینه جلسه ده خو په هغې صورت کې که چېرې د افغانستان استازي پکې موجود. بله. شما به حضور نماینده افغانستان در نشستی که قرار است برگزار شود اشاره داشتین. به نظر شما اگر این نشست با حضور نماینده افغانستان برگزار شود برایند و نتیجه نشست چقدر تاثیرگذار و مؤثر خواهد بود و تاثیر در آینده خواهد داشت؟ نو کچیر دی افغانستان دی حکومت نمایندگان پا دی جلسه که یا پا دی غنده که موجود وی یا موجود شی نو دا د دې هېوادونو دپاره ډېره پایدمنه ګرځي په دې وجه چې دا د آسیا دپاره که په آینده کې لکه څه رقم چې د آسیا د هېوادونو اتفاق او اتحاد راشي یوه سکه جوړه کړي نو بیا دغه سکه په دې هېوادونو کې سره وچلېږي خپل منځ کې نو دا ډېره د کامیابۍ ده ځکه چې اوس امریکا کوشش کوي د اقتصاد لوړ مقام ته ځان ورسوي. بله. همداسې اروپا هم کوشش کوي او همداسې افریقا هېوادونه کوشش کوي نو د آسیا هېوادونه که چېرې دغه مقام د اتفاق حاصل کړي دا د دوی د اقتصاد دپاره یوه نوې بنا ده او که چېرې افغانستان په کې شرکت ونه کړي د افغانستان د حکومت چارواکي دوی دپاره دغه نشست یا دغه غونډه د ناسته ډېره اهمه مهمه نه ګرځي ځکه افغانستان د ټولو هېوادونو دپاره د تړون ځای دی ځکه د هر هېواد ورسره دغه د خپلوۍ یا د قومیت یا منځنۍ لیکه موجوده ده نو که چېرې د افغانستان د اتفاق دوی سره نه وي یا همدردي او همکاري نه وي دوی نشي کامیابېدلی. بله. در این نشست قسمی که زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته در سه مورد بحث خواهد شد، یکی تعامل با امارت اسلامی و دیگری مبارزه با هراس افغانی و مبارزه با مواد مخدر. پیکار با هراس افغانی و مبارزه با مواد مخدر بخشی از موضوع مهم خواهد بود که روی ازی بحث خواهد شد. به نظر شما حال هم کشورها از این ناحیه نگرانی دارند که میخواین برای از این بحث بکنن یا ای که به خاطر ثبات منطقه در آینده میخواین که در این موضوعات بحث بکنن و تدابیر روی دست بگیرن؟ کابلوف چکوبا غنده یا ناست آقا جوروی دقیقی هم دا مقاصد دی نو د مواد مخدر پا اکلا طول نره مخ که دا شکایت کولو چه افغانستان که د مواد مخدر کخت و کارخانی دلتا موجودی دی پیل حال ټول نړۍ په دې باندې اقرار کوي چې امارت اسلامي د شرعي قانون په چوکاټ کې د مواد مخدرو تولید کوونکی هېواد افغانستان د دې نه وروسته نه بولي او نه به افغانستان شي ځکه مواد مخدر په شریعت کې ناروا دي او دلته قانون د شریعت دی نو دا
مواد مخدر پیر حال نه په افغانستان کې د دغه نه پیدایش کېدل شي او نه یې کښت کېدل شي او نه هلته دغه کارخانه موجود دیدل شي، ځکه زمینه چې مخکې ورته مساعده او مخکېنی حکومتونه کې هغه زمینه اوس د مواد مخدرو دپاره مساعده نه ده، او اوسنی حکومت په دې ډېره ټینګتیا کوي او ټینګار کوي چې مواد مخدر د دې هېواد نه صادر نه شي. او دویم قدم کې حرس افغانی یا هغه تروریستي ډلې چې په نوره نړۍ کې موجودې وي د افغانستان هغه کوم ساحه چې د هغه د دې تروریستي هغو ډلو نه چې د مسلمانانو پر خلاف باندې وي پاک او سوتره ده، او نن نورو هېوادونو ته د افغانستان له طرف نه د تروریستي هغو ډلو چې هغه نقصان وي اسلام ته او صلح ته د افغانستان له طرفه دی په امن دي، ځکه اوسنی حکومت هغه په شریعت باندې بنا دی، ټولې نړۍ ته ضمانت ورکړی دی او د ټولې نړۍ سه همدغه قرارداد لاسلیک کړی دی چې د افغانستان نه به بل هېواد ته کوم ضرر په آینده کې نه رسیږي، او دا افغانستان د نورو هېوادونو دپاره یو مهم هېواد شلو، ځکه ټولې هېوادونه ټولې نړۍ به مخکې ویری چې افغانستان د تروریستو مرکز دی. اوس افغانستان په ټوله نړۍ کې د صلح مرکز وګرځېدلو چې په ټوله نړۍ کې صلح او امنیت نشته دی، په نورو هېوادونو کې صرف امنیت او صلح په افغانستان کې فیل حال موجوده ده. بله، او دریم چې نړۍ یا قبلو شکایت کوي د او کچکبرونه چې هغه نړۍ ته توان رسوي، نو هغه الحمدلله اوس هغه کچکبر په افغانستان کې نشته دی او نه به په آینده کې پیدا او موجود شي. نو د نړۍ دپاره افغانستان اوس د امن او د خوشحالۍ ساحه وګرځېدله، په هغه صورت کې که چېرې نور نړیوال راځي دلته تجارت کوي د صلح په اساس باندې او د خپل قرارداد په اساس باندې، نه د بېقرارزاده او د نه د داسې دوی بیا په افغانستان باندې تجاوز وکړي. انشاءالله العزیز په نړۍ کې داسې هېواد نشته چې پر افغانستان باندې تجاوز وکوي. نو د کابل چې دا کومې خبرې دي هغوی دپاره افغانان هر وخت ورته ولاړ دي، او انشاءالله العزیز د افغانستان خاوره به د نورو نړۍ دپاره د زیان سبب نگردی. بله جناب عثمانی صاحب، اگر از یک جهت دیگه به این نشست ما ببینیم، نشستی که برگزار میشه و در او تعامل، کلمه تعامل هم تذکر رفته، ذکر شده، یعنی بحث جدی است در این نشست، میخواین تعامل داشته باشن با امارت اسلامی، امارت اسلامی در آینده این تعامل باید سازی شود که بر رسمیت بشناسن. اگر از جهت اقتصادی به این مسئله ما نگاه بکنیم، امارت اسلامی همواره تاکید کرده که روابط خوب اقتصادی و روابط دیپلماتیک خوب با کشورها خواهان است و در شرایطی که امارت اسلامی داد و ستاد با کشورهای منطقه بیشتر ساخته است و داد و ستاد افزایش پیدا کرده است، تعامل در شرایط کنونی چقدر میتونه برای افغانستان مهم باشه؟ تعامل خو مخکم دی افغانستان د اوسنی حکومت نمایشیارا ناسته که حضر شوی دی اعلان کرده تونه نړی تا چی منگه تا سر تعامل کوو او تعامل دی پار منگه کوشش کوو چی و زمینه مساعده شی، او تعامل چی بی آغا یک جانبان نوی لکه سر کم چی دا بعضی ملکونه چی آغوی وی چی یا دی یونما کوم موسد آغا وی چی نه تعامل به یک طرفه وی، نه تعامل باید دو طرفه وی، سر کم چی نړی یا دی نړی هیوادونه یا دا چلور هیوادونه دا افغانستان سر کوم نیک تعامل وکوي، نو د افغانستان اسلامی امارت اوسنی حکومت هم د هغوی سره نیک تعامل کوي په هغې شرایطو کې چې هغه شرایط د اسلام سره برابر وي. داسې تعامل نه شي کېدلی چې هغه د اسلام خلاف وي، لکه دوی چې بعضې د بشري حقوقو دعوه کوي او بشري حقوق په ټوله نړۍ کې، یعنی بالخصوص اوس په فلسطین کې اسرائیل په فلسطینیانو باندې څومره ظلم او زیاتی شروع کړی دی، او د بشري حقوقو نمایندگان یا د هغوی ټیکهداران د هغوی په وړاندې یو اواز هم نه اوچتوي، او صرف افغانستان کې وایي چې د ښځو حقوق یا د بشري حقوقو سره
نوړه عملی نه نوړه عمل کیږي یا بشری حقوق هغه په هغې طریقې سره نه ادا کیږي. نو دا د دوی چې کومه دعوه ده، دا دعوه د دوی باطله ده، ځکه اسلام اسلام هر دین ته او هر مذهب ته او هر اقلیت ته او هر فرقی ته، لکه څه رقم سیاسري دي زموږ خویندې او میندې مسلمانان دي، نور اقلیتونه دلته افغانستان کې موجود دي، د ټولو حق پېژني او هغوی ته خپل حق ادا کوي. نو په هغې صورت کې نړیوال د افغانستان اوسني حکومت سره هغه بشري حقوق یا هغه تعامل هغه د اسلام او د شریعت په خلاف باندې وي، نو هغه تعامل د نړیوال افغانستان باندې چې عملي کوي هغه یو ظلم او زیاتی دی، ځکه په هر هېواد کې چې کوم مذهب دی د هغې مذهب زیات احترام دی او د هغې قانون ته احترام ساتي. په همدې شان سره افغانستان کې اسلامي او حنفي مذهب دی، اسلام اسلامي دین دی او حنفي مذهب دی، شرعي او شرعي قانون دی، باید ته احترام نړیوال وکړي، ځکه دلته سل په سل په افغانستان کې مسلمانان اوسیږي او احناف اوسیږي، باید دوی ته نړیوال احترام د احترام په کچه یا د احترام په سترګه وګوري، او کچیر د احترام په سترګه یا د احترام په هغه سره ورته وګوري، نو دا یو تجاوز دی د تعامل نه. افغانان هر وخت غاړه خلاصه کړې ده ټولې نړیوالو ته چې راشي راسره کښېنئ، د خبرو اترو په اساس باندې به هر مشکل سره حل کوو، او چې د خبرو په اترو په اساس باندې نه وي نو افغانانو سره چې څه رقم تعامل کیږي د هغې په مقابل کې به هم افغانان تعامل ورسره کوي، ځکه اوس افغانان په نړۍ کې یو داسې هېواد وګرځېدل افغانستان چې هغه د اسلام په کچه باندې سپېڅلی هېواد دی او د شریعت په کچه باندې هلته قانون دی، په ټوله نړۍ کې په نورو هېوادونو کې 100% قانون نه دی عملي شوی. انشاءالله ولعزیز په افغانستان کې د اسلامي شریعت قانون دلته عملي دی، لکه نړیوال دلته شریعت ته توجه نه کوي، د هغې احترام نه ساتي، نو بیا دعوه کوي د دوی دعوه باطله ده. بسیار زیاد تشکر از شما محترم مفتی اختر محمد عثمانی، آگاه مسائل سیاسی، از اینکه فرصتتان را در اختیار ما گذاشتین. تاسو هم یو جان تشکر، در زما خپل نظریاتی دی چه نمایندگی نیم نده کری او نه در حکومت او نه در نیم چه نمایندگی کهم، در نظریات زما خپل نظریات یا زما خپل نظریات متاس سر شریک کرد. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان جهان سپاس که تا لحظات برنامه بینش و پرسش را شنوا بودین. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می‌سپارم. شب و روز خوش داشته باشین.